منم قرآن کلام حق، چرا من را نمی خانی، چرا غافل ز من هستی. الف لام را الله می داند، کتاب قرآن، کتاب عظیم. قرآن یک دستور عمل بزرگ است، قرآن قواعد نظام و سیاست برای رسیدن کل نیازمندی های انسان هاست. انزلناه الیک، نازل کرده ایمی را به توی رسول گرامی. جنس تعریف، فصل تعریف، کتابون کل کتاب ها. انزلنا غیر منزل برآمد، الیک آنانی که به غیر از رسول گرامی هم از او هم برآمد. اما مقصد چیست؟ یک مقصد مهم این سوره تتمه سوره قبلی است، تتمه سوره قبلی است. القرآن منزل من ربک، یک اقامه بین دو. مقصد از نزول قرآن چیست که ما حکمت میگیم؟ ما که تا مقصد نشناسیم مصالح و مفاسد را نمیشناسیم، تا مقصد نشناسیم در موسم درس درس نمیخوانیم، در موسم رخصتی درس میخوانیم. پس اینمیست که مصالح و مفاسد دو اصل مهم زندگی در نظام قرآن کریم است. اما به تأسف که ما در اینجا این مشکل داریم که این مقاصد دیگرگون شده. اما کلمات جوفا ما دیگر، نعوذ بالله، همه بگوین که نعوذ بالله، لتخرج الناس، برای این که بیرون کنی ای پیامبر صلی الله علیه وسلم الناس از مشرک عرب تا یهود نصارا، با وسیله امت الف لام استغراقی، کل بشریت را من الظلمات الى النور، از تاریکی ها به سوی نور. امام قرطبی رحمت الله علیه می فرماید لتخرج الناس بالکتاب، تا بیرون کنی مردم به قرآن، من الظلمات، از تاریکی های کفر به روشنایی ایمان، یک، از تاریکی های گمراهی به نور هدایت، دو، از تاریکی های جهل به نور ایمان، سه. البته این به سبیل تمثیل است. این به سبیل چیست؟ تمثیل، یعنی تفسیر عام کو عام. مطلق تاریکی، تاریکی در ذات، سیکو نسل جوان، سه تا چیز نام گرفت، کفر است، دلالت است، علم است. اما به سبیل تمثیل گفت، معنا میکنم حاصل، در کدام جای دنیا که حکومت کفریست، اندیشه کفریست، با داشتن گروه هزار شمه اون ملت در تاریکی اند، در کدام جامعه که سراسر گمراهی مسلط است، با داشتن نور آفتاب خورشید آسمان در تاریکی اند، کدام جامعه که علم ندارن سراسر در جهل از قرآن و سنتن، به هر وضعیت باشند در تاریکیان، هیچ نوری نصیب حالشان نمی شود. یاد باش، پس نتایج ازی در جامعی که اتحاد نباش، در جامعی که اتفاق نباش، در جامعی که نظام واحد زعیم سیاسی دانشمند قرآن و سنت نباش، در جامعه‌ای که صفوف زن و مرد جدا نباش، در جامعه‌ای که نصاب تعلیمی در مراکز درس زن و مرد جدا نباش، در جامعه‌ای که قطعات نظامی کاملا به سبک رسالت صدر اسلام نباش، یک سر از ظلمت و تاریکی است. قرآن با این تمام تاریکی ها به متانت مبارزه می کند و ای را نمی طلبد. اگر در دستار بندی دارالحفاظ حرفی داشتی، امی صورت امی جمله را بیان کن. اول لتخرج الناس وظیفه از کی بود؟ با وسیله چی بود؟ دوم ظلمات چیا اند؟ نور چیست؟ بعد از آن تایمت خلاص میشه و رفت پیش روی میانه که وقت تو خلاص است. چرا اونا روشنایی را نمی طلبند؟ اما بیان که زیباست و نو گرم اومده، غرضش نگی دیگر،
اینجا هم در بیانات ما هم یک سلسله خیشخوری هاست. ظلمات جمع است و تاریک نور تنهاست. چرا؟ زیرا که نور واحد است. قرآن و ان هذا صراطی. اما کفر و شرک و گناه انواع مختلف دارد و در عین حال کفر به منزله تاریکی، اسلام به منزله نور. این همان تعین مجاز و حقیقت را اشاره کرد. بجید ربهم اینم به اجازه رب است. اگر الله هدایت کنه با وسیله پیامبر از این تاریکی ها می براین، اگر نکنه نه. دشمن قطع میکنه آیتا، میگه لتخرج الناس که است، چرا ابو جهل و ابو لهب را کشیده نتانست؟ اعتراض میکنه، بگو به اذن ربهم در آخر دارد. گفت الى صراط العزیز الخمید، با اون چکرای مستقیم الله غالب محمود است. با من نگاه کو حضرت، بنین بنات، بنات با فاصله جدال. شناس تاریکی کفر چی می طلبد؟ علم قرآن. شناس نور توحید چی می طلبد؟ بگونی؟ علم قرآن. شناس گمراهی و جهل چی می طلبد؟ علم قرآن. تاریک بودن موارد کفری و جهل خرافات، علم می طلبد. روشن بودن مقاصد قرآن، مصالح قرآن، علم می طلبد. ما که تصمیم قاطع گرفتیم که بعد از این به علم قرآن آماده نیستیم، فرصت نداریم. اگر شاگرد عزیز و ماست 30 جز سر ما در 50 روز بخوانند، این هم یک نوی صابون علم می شود. لذا وقتی که ما آماده نیستیم، جامعه چی وقت روشن می شود؟ با شناس معیارای قرآن در فرق تاریکی و روشنایی. و این ملت نه لفظش می فهمد، نه معنایش می فهمد، نه چیز دیگه شمی فهمد. تصمیمشان متین است، من نمی فهمم. در جوانیم گفته بودم پیامبرم عربیست، آثاری که به ما روان کرده عربیست، صحابه ما معیار عربیست، سیرتشان بیشتر به عربی بود، شکر الله که فارسی هم و زبان ها ترجمه شده. و کتاب امام ابی حنیفه، 6 کتاب ظاهر و روایه هنوز عربی است. و ملت ما تصمیم دارن که به عرب ها دشمن هستیم. چرا؟ وهابی هم زبانشان به ما در خور زندگی ما نیست. سرمشق زندگی از یا کی میشه؟ This is not. پس از این خاطر خدمت عرض میکنم سر قضیه کمی غور کنیم. یکی از شکست دلایل شکست امپراتوری عثمانی قطع رابطه از فهم عربیت، رفتن به زبان اجنبی است. امروز که جای محبت زبان عربی را کی گرفته؟ انگلیسی. مشکل ما است. من از شما هم گله مندم 10 دقیقه استاد کنم یک مطلب به عربی بگو، کمتر در میانتان کسی است که قادر به این باشه. 20 سال تدریس کتابی عربی کرده، 5 دقیقه عربی گپ زدن نمیتونه. همین مشکل نیست، این مشکل است. من یک سال مسلمه 42 روز عربی تدریس کردم، پارچه بازار شد. گفت نمیفهمید. 40 روز یادم نی 40 روز عربی تدریس کردم، گفت که نمیفهم. گفت نمیفهم، خیر ما ناگزیریم به لسان قوم گپ بزنیم. الله الذی له ما فی السماوات. الله ذات است که تصرف آنچه در آسمان و ما فی الارض در زمین است مخصوص الله است. و ویل للکافرین. هلاکت به کافران باشد، هلاکت به کافران باشد. من عذاب شدید، از عذاب سخت. چرا؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا. اینا انتخاب کردن زندگی دنیا را للآخرت به آخرت، یک جرمشان. امروز ما هم انتخاب کردیم، فرصت نداریم. تفسیر قرآن به ساعت کورس ما تناقض داره، تفسیر قرآن به دکانداری ما در تعیین وقت تناقض داره، تفسیر ما به رفتن به دفتر تناقض داره. امین انتخاب دنیا به آخرت نیست. صدای تبشت بلن بگونی هست، ولی هست مسلمان. و یصدون عن سبیل الله. و کفار منع میکنن مردم را از آمدن برای الله. و یبغونها عوجا، کج عنوان میکنن. اولئک فی ضلال بعید. ایشان
کاملا در گمراهی آشکارن. جناب امام قرطبی در ذیل آیت الذین یستحبون الحیات الدنیا مسئولیتش را ادا میکنه و کل من آثر الدنیا و زهرتها با اساس عمومیت لفظ قرآن قطع نظر از شان نزول، هر که دنیا را ترجیح دهد، هر که زهره و تازگی دنیا را ترجیح دهد و استحب البقاء فی نعیمها و انتخاب کنه باقی ماندن در نعیم دنیا را علی النعیم فی الاخره و بنیمتای آخرت و صد عن سبیل الله، خودش به این دنیا رئیس شرکت دنیا و هزاران دیگر کارگر در این دنیا مانند خود دیگران را محب دنیا و تاریک آخرت عنوان کرده است، فهو داخل فی هذه الآیه، او در این آیت داخل است. و پیامبران صلی الله علیه و سلم فرمود ان اخوف ما اخاف على امتی الائمه المضلون، گفت آنچه که مرا سخت نگران ساخته است بالای امت پیش امامان گمراه کنند. پیش امامان گمراه کن دو معنا دارد، رئیس نظام و پیش امام دین. حدیث صحیح است، چقدر در این زمان زیاد است اگر داشت دیده باشی، در این زمان ملت ها از هر آدرس دنبال دنیا می روند. و ما ارسلنا من رسول، روان نکرده ما ایج رسول الله. به این آیت استدلال جالب است که این ایشان عقدمندی دارن به جهان عرب، برای این که میگم ما یهود نصارا زبان اجنبی بودیم. و ما ارسلنا من رسول، ما روان نکردیم ایج رسول الله در گذشته قبل از رسول گرامی، الا بلسان قومه، مگر به زبان قومش، لیبین لهم، تا این که به زبان قوم بیان کنه به آسانی، فیضل الله من یشاء و یهدی من یشاء، الله گمراه میکنه کسی را میخواهد، هدایت میدهد کسی را میخواهد، و هو العزیز الحکیم، الله غالب و حکمت است. جناب سعدی میگه به این آیت استدلال میکنن علوم عربی مثل صرف و نحو و بلاغت که ما را میرساند به بیان کلام الله و کلام رسول، خواندنش امور مطلوب است، محبوب الله است. چرا؟ معرفت قرآن و حدیث به عربیت می آید، عربیت در کتب عربی تدوین شده، لذا این کتاب ها خواندنش وسیله است، احداث در دین نیست، وسیله رساندن به دین است. عزیز دلم، فیه مباحث، در این آیت فیها مباحثو، اول یادت باش رسالت رسول گرامیم به تمام بشریت و جن است، رسول ثقلین است، زیرا 158 اعراف، قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، و در عین حال سوره فرقان لیکون للعالمین نذیرا، 28 سبب الا کافتا للناس واللام للاستغراق بواسطه نفسه او بتلامیزه. پس این آیت چرا خواندم؟ زیرا مشرکان و مستشرقین گفتن گئی که پیامبر تنها به عرب مسئولیت داشت، حدیثش به ما به دیگران دلیل نمی شود، این آیات را اشاره کردن که نه، رسالتش به عالم است. و دوم اعتراض علمانی، این آیت با او آیات مشکل داره، و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، این آیت بر رسول الله الیکم جمیعا کافتا للناس لیکون للعالمین نذیرا، بین آیت آرز داره، زیرا او آیتا میگه که رسول عالم است، این میگه برای قوم شست و بس. این تعارض اغواگرانه و این برداشت نامنصفانه مستشرقان در هر دور، خصوصا در دور حاضر، و این حد دنبال عفره می گردن که ایرم نقیصه قرآن عنوان کنند. اما به تأسف من و تو مسلمان، زن و مرد مسلمان کاملا بی خبر مانده ایم،
تکرار میکنم آیاتی که گفتی پیامبر رسول عالم معرفی کرد یا قوم بگو قوم و در این جایی ای آیت دمی آیتی که خدمت تلاوت کردم آیت چهار سوره ابراهیم این رسول قوم معرفی کرد یا عالم رسول قوم معرفی کرد میان یه دو تعارض است هزاران افسوس به حال مسلمان به خدا هزاران افسوس نمیفهم چاره نیست در جواب بگو به مبادی عربیت به الفبایش معلومات نداری و دنبال نقیصه میشتابی قواعد عربیت فن لغت عربی ادبیاتش در صرف و نحو و بلاغت مقدمه رسیدن به فهم قرآن و حدیث است مقدمة الواجب واجب لم يقل الله نقفت الله وما أرسلنا رسولا إلا إلى قومه إنشل نقفت أس وما أرسلنا رسولا إلا إلى قومه ما إيج پیامبر روان نکردیم مگر به قوم خودش روان کردیم آیت دمینج امی تو از صدای تا بکش نه بلکه آیت چنین نازل است و ما ارسلنا من رسول من روان نکردم ایج پیامبری را قبل از تو الا بلسان قومی مگر به زبان قومش این که کی عام است که خاصی به جای خود باقی است با آن هم یادت باش در امم گذشته ار رسول به قوم خودش بود و رسول گرامی میگه من چیستم من مبعوث شدم به عامه مردم اینجا قرآن سیکو و ما ارسلنا من رسولین من قبلک پیش از تو او آیات را که به کافه مردم عنوان کردیم پیامبر بود یا تن انبیای گذشته بلند بگونی پیامبر علیه السلام گفتیم در اوجه هم زمان چند پیامبر بود ابراهیم پیامبر لوط علیه السلام پیامبر اما در حیات پیامبر غیر از یک دوم داشت نه پس از این خاطر یک طرف به لسان قومی هست دیگه ای که اونو که متعلق به چیست لوبین لهم سوم مطلب ایس عزیزان دلم یک سوال است که قرآن به زبان عربی چرا نازل شده یکی از سوالات همیست شاگردای عزیز و مایی را خیلی چرب و چاق میدانند اما پیش ما ارزشمند نیست سوال چرا امی هر کاری را که الله انجام داده باشه سوال در دل شما میگرده که چرا عکسش نیست چرا دمی باب اول به مصالح قرآن تسلیم نشویم با مفاسد بیان کرده قبولش نکنیم لذا هر طرف نگاه نکن ما نمیخوایم که مجلست مختل شوه تو یک کمی سر قضیه بیندش سوال امیست که چرا به غیر عربی نیست گزینه ها زمخشری ولو معتزله است گزینه میدهد دقیق باش از تو پرسان میکن اما سائل میگم 14.5 سال پس قرآن تیرش کم و بیش ای خود تیر شد آلی گفتی تو جایم نمیگیرم من به تو چیزی کده نمیتانم که قرآن دیگه گرم امی سوال تو چی هدف داره ازیم تیر میشم به نظر خود چی میشم ما یک سوال کردیم در شما این سال نگفتیم چون درستان نیامد هر که دنبال خدیر میشه تابد میشه تاول که چوپان بشینیم در پیشتی بریم همی خدیر پیدا بریم ما از شما یک سوال دارم خدیر علیه السلام را اگر شما گیر کدیم چی میگن صدایتان را میشنم اگر خدیر علیه السلام گیر فرض میکنم گیر کدیم هر کس در دلش چیزی داره بگوید چی میطلبیم هر کسی چیزی داره بگو که امیتی یک چیز میترم بله؟ دعا میترمی این مولانا گفت دعا میترمون او دعونی استجیب لکن
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. دقت شو بيت الله نا نا اتنیس عدف مئیس که امی فرضو ممتنیحین امیر دینی تو مثل که بسیار کسات دعوا میکنن چوبان شیشتر رو مثل که خیلی رو ببینم در کشتی میری ببینم ایره که بگیری ببینی مقصد چی هست مقصد علم اصلی فسألو اهل ذکر این گلت الله تعالی علماء هست خلاصه هر قدر چرت بزنی نیازی به دیدن خبیر نیست هر قدر که چرت بزنی اگر پیامبر زیاد تلاش میکنی ببینی رسول گرامی رو ببینی اینجا در خواب ببینی و اونجا در ایداری ببینی بناهن دنبال دیدار خبیر ما باش مسئولیت ما اینیست عزیز دلم آلی گفتی که این به عربی چرا آمده پرسان میکنم به عربی که نیامد به آمده به دیگه چیز چی میامد به کل زبان های عجم میامد یا به یک زبان میامد اگر به کل زبان ها میامد احتمال تحریف احتمال تقسیم احتمال تنازع از یک قرآن 70 قرآن جور میشد یا نه صدای تنی بکش صدای تنی این خود نشد اگر به یک زبان عجمی می آمد دیگر ها میگه برو بابا اگر این قرآن می بود هم زبان خود رسول می بود که قبل مشترک ماست برو که رفتی گفت اگر امام ابو حنیفه را به دقت بدانم که فارسی زبان است از مذهبش می گذرم اما می دانم که فارسی زبان نیست زیرا بابا ایش سعودی خان من دار دیگه از این خاطر خدمت عرض می کنم ای گفت اگر امام بخاری را بدانم که فارسی زبان است دیگر حدیثش نقل نمی کنم دیگرش میگه اگر بدانم که ازبک است چون از بخارا است هم دیگر حدیثش را نقل نمی کنم این به درد نمی خورد این سوالا به درد نمی خورد اینی که عربی نمی بود به کلی زبان ها می بود یا به یک زبان بیاین از امون گزینه های وسواسی صرف نظر کنین عربیت قرآن دنبال کن امید ما تو میشه پشت اعتراضا نگر علمانی بیچاره یک اعتراض دیگر دارد عزیز دلم میگه کیف یدخل الله الصینین والافارق جهنم میگه خیر او تو کی هست هر نبی به لسان قومش هست رسول گرامی هم به زبان عربی است چینی ها که در اولین نقطه شرق دنیا هن و دیگر ملت هایی که به عربیت آشنایی ندارن خینو جهنم نمیرن دیگر چون قرآن عربی است عربی را یا نمیدانن روز آخرت میگن عربی بود ما نفهمیدیم خیلی چرا جهنم میرود قرآن بیان کرده کل آیات کفر و شرکی که سبب جهنم میشود آیات بیان کرده که کفر و شرک سبب چیز جهنم همیش در شأن عرب است کلش در شأن عرب چرا دیگه کسان عربی نمیدانم این اعتراض از دماغت کشیده شد آیات اول را که خواندم رسول گرامی برای کافه بشریت بود یا تنها به عرب صدای تبکش اما صرف به زبان عربی زبان عربی یک طرف قضیه سبب اجتماع امت به کتاب واحد یک طرف از تحریف و اختلاف باز میماند لذا ترجمان دارد عزیز دلم با وسیله ترجمان میرسد و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا او رسول الرسول او ترجمان الرسول یا خود رسول یا ترجمان پیام رسول گرامی را به هرقل مکتوبش خودش رساند یا دیگران رساندن وقتی که رساند خود هرقل به عربی میدانست یا ترجمان داشت در نص بخاری ترجمان داشت در کتاب بخاری باب در بیان ترجمان حکام یک باب است خواندن انگلیسی و فرانسوی برای که ترجمان نظام اسلامی باشی دیپلمات نظام اسلامی باشی در بیاناتت همیش
به دنیای کفری به زمان خودش برسانی، این یک بحث در نزد شریعت است. اعتراض نیست، اعتراض باقی نمیماند، خصوصا در عصر امروز، خصوصا در عصر امروز اتمام حجت است. از هر زبانی که سعی کنید به دنیا توحید است. در چین، در امریکا، در فرانسه، هیچ دیگر تشویش نیست عزیز دلم. تشویش ها به کلی ختم است. این اعتراضات وسواس شیطانی است. امام رازی دنبال کمال خود میگردد. سبحان الله، امام رازی دنبال کمال خود میگردد. در اینجا میگه یک نعمت بالای رسول است، دوم نعمت بالای ملتش است. چرا؟ بر رسول گرامی چنین نعمت است، منصبی زیبای طول تخرج الناس من الظلمات. منصبی زیبای رسول گرامی ملت را از تاریکی ها کشیدن. هرچی انعام به مخلوق، زیرا که ارسل الیهم من خلصهم من ظلمات الكفر، برشان از میان خودشان کسی را روان کرد که از عمق تاریکی کفر کشیدن. ابن کثیر می فرماید هذا من لطفه بخلقه، این کمال اوس، این از لطف الله و مخلوق الله است. زیرا که رسول روان کرده از عرب خودشان به لغت خودشان تا به درستی مراد که دارن بفهمن، مراد قرآن را بفهمن. چنانچه که حافظ احمد ابن حنبل این تفسیر را انجام دادن. خلاص، امیدوار هستم که تخصص علمی فنی با تطبیق دنیای روز پاسخگوی هر نوع اعتراض از قرآن باشی. ولقد ارسلنا موسى بآياتنا، ابازم تسلیت رسول گرامی و شکوه از مشرکان است. ما روان کردیم موسی را به معجزات، انا اخرج قومك من الظلمات الى النور، قوم در از تاریکی به نور بکش. حاصل فهمید ربط آیت چیست؟ یهود نصارایی که قرآن نمیپذیرند، او بیچاره جناب موسی و هدف مشترک دارد. همان گونه پیامبر ملت را از تاریکی ها رهانی به نور واحد دعوت داد. علمی خواست موسی کلیم است. میان خواست موسی و محمد علیهم السلام خود تضاد نیست. پس مشکل شما در کجاست؟ امروز در جهان پیشنهاد بکو، امروز قرن 21 نمیشن و ذکرهم به ایام الله، تذکیری به ایام الله، روزهای الله، عقوباته للامم المتقدمه، ایام الله، روزهایی که در تاریخ سابق گذشته است، امت مخالف کتاب آسمانی به سزای عمل رسیده اند، و یا ایام الله، نعم الله، نعمت الله رب العزت که به بنی اسرائیل بود. چرا ملت در برابر کتاب آسمانی استاد شده اند؟ ولكن واللفظ عموم النعم والنقم، لفظ شامل اردو می شود، تعبیر به ایام می کنه. چرا؟ کانت فی ایام، در اینجا تعظیم است. یوم کذا و یوم کذا، ابن جزی داشته ها از او. خلاصه دراست و مقارنت، گفتن که ایام انتقام الله از مجرم، گفتن ایام نعمت الله به مجرم. نه، معنا هر دوست، عمومیت لفظ است. از پیروان حق چی می طلبند؟ از مخالفین چی می طلبند؟ و در عین حال ابن تیمیه رحمت الله علیه می فرماید و ذکرهم به ایام الله، این فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. میگه این فی ذلک، در امی مذکور آیات است. چی معنا؟ لکل صبار شکور، و هر صابر قدردان. در چند جای قرآن میگه گفته صبر و شکر، میگه آن چیز که رفت او را به بنده امر کرده، هم در حالت تنگی، هم در فراخی، هم در نعمت، هم در مصیبت. پس لازم است که در مصیبت صبور باشد، در نعمت قدردان باشد. تقسیم از اینجاست. و اذ قال موسی لقومه، یاد تو وقت را که موسی به قومش گفت، موسی به قومش گفت اذکرو نعمت الله،
یاد کنی نعمت الله را از وحی شروع علیکم که بر شماست این از اینجا این انجاکم من آل فرعون وقتی که شما را نجات داد از عذاب فرعونیان یسومونکم سوء العذاب در حالی که می چشانیدن شما را عذاب بد را یذبحون ابناءکم ذبح می کردن بچه های شما را و یستحیون نساءکم رها می کردن دختران شما را و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم در این نجات شما را نعمت بی پایان بزرگ است از جانب رب در این تعذیب فرعون اختبار بزرگ الهی بود بلاء لفظ عام است اختبار گئی و خیر گئی و شر هر دو به بنی اسرائیل انجام شده است باز هم ربط و پیوندش ایست او یهود نصارای مدینه شما اولاد اونمو بنی اسرائیل هستین الله رب العزت شما را از عذاب خطرناک از قتل عام کودکانتان نجات داد اونمو الله است که قرآن را به رسول گرامی روان کرده در مقابل امو تو یک الله مهربان چطور شما این مشکلات را ایجاد کردین در مدینه و اید تأذن ربکم یاد کن وقتی که اعلان کرد اعلم اعلاما مؤكدا تفسير تعذن اعلم اعلاما مؤكدا اعلام جدي وقاطع داد ربتم لئن شكرتم لازيدنكم اگر قدردان بودید اضافه میکنم 100% ولئن كفرتم اگر ناسپاس بودین ضررش به من نمیرسد ان عذابي لشدید جزا محذوف است فلا غیره ان عذابی لشدید عذاب من سخت خطرناک است عزیز دلم قاعدتم من القواعد القرآنیه از قصه چی باید گرفت؟ حصه قدردانی وسیله ازدیاد نعمت هاست ناسپاسی وسیله تنگ شدن زندگی است در قرن 21 وضعیت فعلی جهان اسلام نتیجه ناسپاسی است در یک بخش قضیه بدیل و راهکار از این بحران برآمدن قدردان شدن در برابر نعمت الله اسلام نعمت است قرآن نعمت است حدیث نعمت است علما نعمتن مخلصان نعمتن حافظان نعمتن مبارزان مجاهدان نعمتن اگر این نعمت ها را رد کنیم تبدیل نعمت است تبدیل نعمت وسیله رنجش عذاب آسمانی و زمینی است بین از مطلب بگردیم فیها مباحثو در این آیت تخصصی مطالب دارم نخست اجده نهل و این تعدو نعمت الله لا تحسوها اگر شما نعمات الله را شمار کنین اصلا حساب کرده نمیتوانین از خودت از صحتت شروع تا آخرینش تا آسمان و زمین و ابر و باد و آفتاب دوم جناب شیخ الاسلام حافظ ابن قیم جوزیه در کتابش مدارج السالکین کتابی که سراسر تزکیه و عرفان و تصوف است البته به مضمون حقیقیش شکر به یک تعریف کرده است تعریف مفرد به حیث قانون عربیه یک فرهنگ نیازمند پیشرفته توست همیش اون تعریفی که شکر و حمد را در متول و خیالی انجام داده ای به عرف قرآن و حدیث نیست به عرف ادبیات خودشان است میشه به تعبیری شود جنابشان تعریف میکنند الشکر تعریف حافظ ابن قیم جوزیه الشکر ظهور و اثر نعمت الله ظهور و اثر نعمت الله ظاهر شدن اثر نعمت الله رب العزه علی عبده بالای بنده ثناءً و اعترافاً و علی قلبه شهوداً و محبتاً و علی جوارحه انقیاداً و طاعتاً اینک تعریف بی‌نظیر اینک تعریف عالمی برخواسته از متن قرآن کریم و حدیث و اینک سخن برخواسته از عمق دل حافظ ابن قیم برنشسته در عمق دل مفسران امت از آن جمله منی گناهکار در عمق دلم نشست
از آن که دلم بسمع شما مردان و زنان و عالم اسلامی می رسانم. از شما توقع دارم همان گونه که از عمق دلها نقل کردم، با امید نشست این حرف در عمق دل شما. ظهور و اثر نعمت الله، ظاهر شدن اثر نعمت الله علی عبده و بنده الله، چی مردان باشند چی زنان، چه رقم اثرش معلوم گردد. اعتراعا ثناعا و اعترافا، هم بخیر یاد میکنه هم اعتراف. دو، و علی قلبه، ظهور اثر نعمت الله در سر دلت شهودن و محبتن، در قلبت مثل آفتاب خورشید معلوم می شود. با این نعمت محبت داری از درون دل. و علی جوارحه انقیادا و طاعتا، با اندامت تسلیم باش، تابع الله باش، با اندام تابع و تسلیم الله باش. محل عبادت در اوائل مدارج سالکین سیس، قلب، زبان، اندام، بعدن احکام خمسه سه ضرب پنج پانزده می شود، بعدن به اعضا پنج حواس تقسیم کده می رد، اقسام عبادت را به دها می رساند. لذا خدمتتان عرض می کنم، اعلان معنای شکر در نظر ما که فهمیدی، یک به صدای گرم و گیراعت بدانم که معنای شکر فهمیدی یا خیر. معنای شکر اگر یک زمزمه شوه خوب میش. ظهور و اثر نعمت الله علی عبده ثناء و اعترافا و علی قلبه شهودا و محبتا و علی جوارحه انقیادا و طاعتا. یک چیز مان، ظهور و اثر نعمت الله. نعمت از اندام خودت شروع، از اولاد خانواده شروع، از فضا، ابر و باد و هوا شروع، از مال و ثروت، از امنیت و وحدت، از نظام اسلامی، از ایمان و اسلام، از توحید و سنت، از فرار بدعت مزخرفات. بگو یک سر اینها نعمت هستن یا نه؟ باید به زبان ذکر خیر اعتراف کنی، از درون دل به چشم دل به سیرت بنگری، به او محبت داشته باشی و به اندامی که داری بند اندام را در خدمتش قرار دهی. در غیر این شکران نیامده است. ولئن شکرتم لازیدنکم، با تفسیری غلط، اینمی بزرگای سابقه هرچی را که به شما دین گفته بود آفرین نعمت شماست، شکرانی هم را بکن، بیچاره مرده، این زنده ها را دن کل کلش بزنین، زنده ها را بغض و عداوت کنین. این دقیقا بگو شکران است یا کفران است؟ نه به خالقت کلامش است، کفران است، کفران. اصل شکرتون با ایمان و توحید است. عمومیت لفظ پیش ما درس زندگی است. این مجازات علال احسان، ثنای جمیل با کسی که خیر به الله پیش می کنم. دوم، سوم مطلب، شکر قلب چیست؟ اجمال بود، یادت باش شکر قلب اگر بیاد داشته باشی. این درسی که ما برات میگم این تصوف است. این درسی که ما برات میگم تصوف است، همین چیزی را که دنیا سرش وقت میبرن تصوف گفتنی، من این تصوف میگم، یعنی تزکیه شرعی، تصوف شرعی به نام من و تو. شکر قلب چیست؟ استشعار القلب، سبحان الله، استشعار القلب قيمة النعم التي أنعمها الله على عبده، سبحان الله. استشعار القلب، با خبري دل، شعور دل، علم دل، شير خبر دارد قيمة النعم، قیمت نعمت های الله را، التي انعم الله
عليه على عبده أنعمها الله على عبده نعمتك الله ببند دادا وأن ينعقد الاعتراف ومنعقد شوات اعتراف بأن المنعم بهذه النعم كسب رما إردادا هو الله وحده غير الله إلى دقر كسب من دادا أس زرا قرآن ميغا وما بكم من نعمة فمن الله شري جامير خاندي هر نعمتي كي باشد أس شما أبا شما أس جانب الله اگر ما شكر قلبي داشتين ومي داشتين هيت فرزند ما مرادات تسمية نمي شد هیچ فرزند ما سخیدار تسمیه نمی شد هیچ فرزند ما محمد داد و داد محمد تسمیه نمی شد چرا؟ زیرا که شکر نعمت به دل چی بوده؟ استشعار قیمت نعم استشعار قلب قیمت نعم اما به تأسف سر از این قضیه عمیق بیندازیم مسلم از رسول گرامی روایت دارد این الله لا يرضى عن العبد الله رب العزت می فرماید رسول گرامی که الله راضی می شود از بنده چه رقم راضی می شود بگو ایاکل الاکل الله یاکل الاکل یا ایاکل الاکل می خورد فیحمده علیها و ای یشرب الشرب فیحمده علیها حمد اینجا به معنای شکر است هر لقمه ای که به دهانت فرو رفت از گلوم بگو الحمدلله هر گلاس آبی نوشیدی فرو رفت بگو الحمدلله اینجا شکران است به این معناست که اینمی نعمت بود گذشت اگر در گلون میزد اگر در گلون زده تر میشد هیجان زده میشید یکان وقت در آب نوشیدن قریب آدم رو میبرن بنان اینجا یک حرف به یادم آمد شاگردای عزیز آب یخچالی عصر امروز که استفاده میکنید شما در صدر اسلام نبود در خیر القرون نبود قبل از تکنولوژی نبود اما مسلمان ها بودن انسان ها بودن در جهان کفری امروز بالاترین استفاده را از آب یخچالی و از موبایل فقط افغان ها دارند و بس باقی دیگه جهان بدن بارش در جهان کفری اصلا کسایی که به طبابت آشنایی دارند آب یخچالی را اصلا نمی خورند ضرر و پیامد منفیش همیست در چلی زمستان آب یخچالی جغلدار به بالای سر یک آدم بریزانی چی اندازه اضطراب و لرزه در بدن دارد هرگاه که آب یخچالی را میزنی در داخل به قلب و شریان همچنان اضطراب و لرزه را تو در می آورد کاکایت که میشناسی 17 سال مسلسل به اساس حساسیت ریاکشن آب یخچالی را در هیچ موسم ننوشیدم یخم ننوشیدم همین اکنون که از اون بحران برآمده اند 97% اگر یخی اصلیش خود 100% نمی نوشم یخی معمولیش بسیار کم کل نوشیدن من آب جوشانده پخته و بعدا شیرگرمی که سودمند به صحت است و از این خاطر تو شلی از این نباش که آب یخچالی به سودی توست عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم صحت قلب و اندام تو نعمت است استشعار قیمت از این نعمت آب یخچالی را انداختن مانند گوسفند تر شده به لرزه در آوردن این خوب شکران نمی باشه که تو انجام می دهی و گی مسامان به این وضعیت سکته قلبی می کنن پس به این خاطر خدمت عرض کردم عزیز دلم ابن جریر می فرماید ثواب در اینجا این است که شکر بنده اقرار بنده من الله دون غیره و اقرار ای را فعلش تصدیق میکنه عزیز دلم ابن جریر آدم است که یک مدت از ما مانده بود من ارتباط ما به ابن جریر براتان میگم که چرا قبلا قطع بوده لش ما طرف ده گوره تاریخ ابن جریر تبری را
تقریبا 15 سال قبل گرفتم. وقتی به مطالعه ازی در آمدم، چیزایی را در میان دیدم که امخانی و ثوابت اسلام نداشت، یعنی روایات کمزور به نظرم آمد، در حالی که او تاریخ است، تاریخ است، تاریخ. راستشم تاریخ سندش مشکل است. به اساس این بینش ضعیف ربط به تفسیرش پیدا نکردم. گفتم ممکن تفسیرش هم اینطور باشه. وقتی که رفتم به جهان تفسیری از این که نه، برخلاف تاریخش کتاب ارزشمند امت اسلامی است و عنصر کمیش هم خدامت داره. به این خاطر با تو مرواری نشوخان تو رقم نکن. این سرگذشت های زندگی است. گفت که بنده در زبان اعتراف کنه این نعمت از آدرس الله است به سبب فلان، ولی در عمل تصدیقش کنه، نه اینکه در عمل با تکذیبش کنه، هر دو جمع شود. عمل با اعتراف زبان که جمع شود، نشان محبت درون دل می دهد. و در عین حال چهارمین مطلب، انواع شکر. در آغاز از الله شکران می کنیم. 152 بقره. و شکروا لله این کنتم ایاه تعبدون. قدردان از الله باش عزیز دلم. دوم با والدین. و انشکر لوالدین. بگو 14 لقمان. و انشکر لی ولی والدیک. با پدر و مادر قدردانی، قدردانی پدر و مادر رجش به الله می شود. این پدر زیبا را به تو الله داد، این مادر زیبای غمخوار را الله به تو داد، شکرانش را بکش. و انشکر لی ولی والدیک، گفتم شکر مردم، شکر مردم. و انشکر الناس، یا من لم یشکری الناس لم یشکری الله. قدردانی مردم که مخلوق زیبای الله هم، مردمی که به شاگردان تفسیر ما اعاشه محبت میکنن، این رحمت الله. از این مردم آثار تشکری از ما دیده شود. پنجمش عزیز دلم، ربط و علاقه بین شکر و صبر. حافظ ابن حجر می فرماید الشکر یتضمن الصبر علی الطاعة والمعصية. و این شکل بعض ائمه، الصبر یستلزم الشکر و بالعکس. صبر و شکر با هم تلازم دارند. مصیبت آمد صبر کرده به شکران الله بی اندیش. و در عین حال ششم، احکام تکلیفی، احکام تکلیفی شکر. ما به شما می خواهم تدریب اندیشه نویسی را دهم، یعنی اندیشه نویس باش. ما می خواهم با شما تدریب اندیشه نویسی دهم، یعنی می خواهی یک نفر از تو پرسان می کنم 50 صفحه در شکر از شما می طلبم، تلخیصش را در 10 صفحه، پس از کجا شروع می کنی؟ یعنی می ترتیب است که برات با اسناد گپ می زنم. احکام تکلیفی شکر واجب شرعا من حیث الجمله. فی نفسه فرض عین است، فی نفسه. شکران، اعتراف نعمت از الله، تصدیق به عمل فرض عین است، اما تکثیر و اکثارش مستحب و محبوب است. و هفتم نقطه ها پیام از اینجا، تشکیل حکومت اسلامی و رهبری موسی کلیم. از این آیت رمزی است که حکومت نبی بزرگترین نعمت الله است. شکران نشود عذاب الله می آید. حکومت جاینشین انبیا بهترین نعمت به ملت هاست. اگر قدردانی نشوند عذاب و رنج در زندگی است. سنت الله این است، سنت الله این است. وسیله شکر وسیله برای ازدیاد آرامی نعمت است. سنت الله این است.
که برای تربیت ما شکر لازم گردانیده است، نه این که خود محتاج بوده باشد. در اینجا نفش به ما میرسد. نکته دیگر، کیفر کفران نعمت، تنها نعمت از تو نمیگیرد، در جایی میرساند سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. شوکانی میگه کسی که شکران به رزق الله کرد، الله رب العزه اضافه میکنه. کسی کفران کرد گلمی صحتم میگیره. امام مسلم حدیثش روایت کرده بودم، یک سره نرویم به نوبت بریم. عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير، امر مؤمن سراسر خیر است. مؤمن چطور سراسر خیر است؟ خیرش اینجاست که اگر چیزی داد الله شکران میکند، اگر نداد چی میکند؟ صبر میکند. دقیقا خیر است. پس بدین منوال عزیز دلم دقیق باش که این آیت نکته ها داشت. قال موسی ان تکفروا انتم ومن في الارض جميعا، اگر شما خودتان کافر شوین و من في الارض کاملا کافر شوین، نعوذ بالله، هیچ ضرر به الله نمیرسد. فان الله غنی و حمید. جناب امام بقائی می فرماید ولما کان من حث على شيء وأثاب عليه ونا عنه وعاقب على فعله يكون لغرز له، هرگاه که تشویق به یک شی، رسیدن به یک شی، منع کردن از شی، امر کردن به یک شی هدفمند می باشد. الله بیان داد که هدفمندی را ببین. الله که به شما راه بیان می کند، امر و نهی می دید، هدف شخصی به تکمیل کمال خود ندارد، بلکه کمال به شما راجع می گردد. از شما الله کمال نمی طلبد عزیز دلم. وجه اهتمام از آدرس ابن عاشور در این جاییست، این اکثر الکفار یحسبون انهم یحسنون الی الله، اکثر کفار باورمندن ما به الله نیکی کرده ایم، به ایمانهم و ان انبیائهم، انبیایشان که به ایمان الحاق کردن، ممکن است که تعزیز جانب خودشان باشد، ممکن است که ما ایمان بیاریم به الله احسان کردیم، الله ما را به دعوت نفی خدا دعوت میکند و حریص به مصلحت ما به همی خاطر است. لذا الله به اهتمام به موسی گفت بگو که جمعی زمین کافر شوند، به نفع من به ضرر من نیست، کلش کافر شما به ضرر الله نیست، کل من فی الارض مؤمن شما به نفع الله نیست. اینی برداشت از دماغایتان بکشید. الم یاتیکم نبأ الذین من قبلکم یوم از شما را مشرکین عرب، گزارش کسانی پیش از شما بودند قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم، بعد از ایشان، لا یعلمهم الا الله، نمیدانند مگر الله، جاءتهم رسلهم بالبینات، انبیایشان آمدند به دلایل آشکار، فردوا ایدیهم، داخل پس رد کردند، داخل کردن سران انگشتایشان را، فی افواهیم در دامایشان، و قالو گفتن اینا کفرنا بما ارسلتم بهی، با آنچه که شما روان شدین رسمن کافر استیم، و اینا لفی شکی مما تدعوننا الیه مریب، ما در شک قویم از این دعوت تو. در تعیین و رد آیت جنجال است. نخست عزیز دلم، این آیت آیا تتمه گفته موسی است یا ارتباط میگیرد به جناب رسول کرامی و مشرکین عرب؟ دو نظریه است. گفتند که ابن جریر میگه قیل ارتباط به موسی، موسی کلیم گفت الم یأتیکم نبأ الذین من قبلکم،
نیامده پیام گذشتگان که نوح و عاد و ثمود بود در بدر شدند، شما مردمی بی ادب. حافظ ابن کثیر میگه که ظاهرا نظر است. چرا؟ در تورات میگه گزارش قوم نوح و عاد و ثمود نبوده. در تورات گزارش قوم نوح و عاد ثمود نبوده. لذا جمله مستعنفه به امت رسول گرامی است. من طرفدار ابن کثیرم با وصف که قرن هشتم است، ولی ابن جریر سوم است. عنصر کمیش کمال را به ابن جریر داده، لکن آنچه به نظر من مناسب معلوم می شود داشته ابن کثیر است. لکن اگر ثابت گردد که در تورات قوم نوح عاد ثمود زندگیش بیان شده گذرا، حداقل در آنجا از نظرم می گردم، در آنجا از نظرم می گردم، فعلا نمی دانم. و بحث دیگر این است عزیز دلم، تفسیر آیت از چه قرار است؟ فردو ایدیهم فی افواهیم. جناب ابن جریر از ابن مسعود روایت دارد، می خواهم تفسیر معیاری و تخصصی گردد. می فرماید عضو علیها تغیضا، معنا این است عزیز دلم، وقتی که انبیا دعوت می کردن اینا ایر خمسه کو دنگیر ما شاید، معنایش نمیست موتو بغیدی کم، موتو بغیدی کم، این معنایش. جناب ابن عباس را نقل کردن که رجعو بی ایدیهم الى افواهیم، تغیزن نداره. سوم گفتن عزیز دلم، سوم گفتن که کذبوهم بی افواهیم، و امام مجاهد نسبت دادن کذبوهم بی افواهیم. سقا انبیا به منطق کتاب آسمانی گپ میزنن، اینا به زبان صادقایی رد میکنه، مثل عصر امروزی من و شما. یک قسمت گفتن یدعون ایدیهم علی افواه الرسل، زمیرا فرق کرد، فردو ایدیهم دست خود کافران، فی افواههم در دهان انبیا، چپ 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 در دانش دست گرفتن که چپ، هدف سکوت و تکذیب است عزیز دلم، یک معنا شد. جناب امام ابو جعفر طحاوی، شخصیت برجسته امت اسلامی، در این داستان می فرماید که و اشبه هذه الاقوال عندي بالصواب، نزدیکترین قول به صواب به نزد من تفسیر ابن مسعود است، چنانچه که قرآن از منافقین عصر رسالت گزارش دارد. و اذا خلو عضوا علیکم الانامل من الغیظ، آیت 119 آل عمران. اینجا منافقین عین غیظ داشتند، قد تشابهت قلوبهم، این قرینه برای تعیین مراد است. لذا این بزرگمرد دراست داد. جناب امام قرطبی تفسیر جناب ابن مسعود را اول میاره باز میگوید والقول الاول اصح اسنادا، والقول الاول اصح اسنادا، قول اول اسنادش اصح است. اصح از نظر الفاظ ترجیح، یک الفاظ ترجیح است، اما باز اصول داره، اصح مقابل باطل، صحیح مقابل صحیح، باز تعارض صحیح و اصح، از یک نفر از دو نفر مرا به او سو نبر. و در عین حال سه قول اوج متقارب خوانده است، ابن کثیر، مجاهد، محمد ابن کعب، که البته ابن کثیر از مجاهد، محمد ابن کعب و قتاده معنا کرده است که ردو علیهم قولهم بی افواهیم، جنابشان میگه ردو قولهم بی افواهیم، داشته انبیا را به زبان رد کرده اند، داشته انبیا به زبان رد کرده اند. من در این راستا اگر خدمتت عرض کنم که ترجیح ابن جریر را با
با شمول قرطبی مخالف ابن کثیر نمی بینم. راه جمع ممکن است. اینمی خودش رد قولی است، همی خودش رد قولی است. و یک شاخان که مستقیما خودشان میگه در ادامه، انا کفرنا بما ارسلتم به، دلیل ابن کثیر در انتخابش امیس، دلیل ابن کثیر به نقل مجاهد میگه انا کفرنا به بما ارسلتم به، مستقیم میگه به مرسل به شما کافر هستید. پس هدفم اینجاست، هر دور میکنن، هر دور جمع کردین، وجه حسر نگرفتین. برداشت من این است که با خشم و غیظ نعمت بزرگ انبیا را با قول کثیفشان رد کرده ام. جمعاً سه قول می شود عزیز دلم، ابن جزیر هم ترتیب شمیگم، زمائر به قوم رسول است، انهم ردو ایدیهم فی افواه انفسهم، دست خودشان بدان خودشان، غیدن من الرسول عضو علیکم الانامل. دوم استهزا و زهک است، خندک زیاد می آیا ویت می کننی؟ وقتی یک پتو متو پت میگیره سر انبیا بامی حق استهزا میکردن. سومینش که ردو ایدیهم فی افواه الانبیا تسکیتن لهم، خاموش کنن. این سه قول ما هم معیار برد گفتم، هم دراست، دراست ابن جریر و قرطبی معلوم شد، دراست ابن کثیر. اینقدر حق به من دهید هر دو را جمع کنم که اینا کفرنا هم گفتن و اینش هم انجام دادن. قالت رسولهم، انبیا گفتن، افی الله شکن، اگر در الله در توحید شک دارین، فاطر السماوات والارض، الله یک خالق زمین و آسمان هاست، فطرت شاهد است به وجود الله، با اقرار من و شما الست بربکم، پس انکارتان در کجاست؟ یدعوکم لیغفر لکم، شما را از کفر دعوت می دهد تا ببخشد به شما من ذنوبکم، از گناه شما. لجما طرفت گوره، من از تو استفهام می کنم، استفتا، من ذنوبکم مینی بیانیست و یا تبعیزی؟ اگر مینی بیانیست معناییست اضافت ذنوب جمع به کفار جمع، صد فیصد گناه کفری، حق بنده الله کلش کاملا بخشیده می شود به ایمان. اگر مراد مینی تبعیزی باشد، حقوق الله بخشیده می شود، اما در میان به بنده ها معامله داری، بس تو باید تو را ادا کنی. اینان استفتای عصر نو، میگه یک امریکایی، آلمانی، فرانسوی پیشت آمد، گفت من یک کافر هستم، $1,000,000 از کسی سری ما هست در دنیا و بازار، ما فعلا مسلمان شدیم. گفتند که الاسلام یهدی و ما کان قبله، اسلام کل سابقه را بخشیده، اینمی $1,000,000 دمی کافر نمیتون، امیره در شما میتون مدرسه جور کنید. آه خوب میشه، بله بله، الاسلام یهدی و خوب میشه. هی این تخصص میخواید، علم میخواید. من ذنوبکم مین تبعیزیست، معناییست شرک و کفر و عبادت غیر الله و گاو و گوساله و شیطان و قمر، هرچی را انجام دادید الاسلام یهدی ما کان قبله، هرچی معاملات دنیایی لین و دینی که در معاملات دارید، پول مردم را پس مسترد کنید، این کار صلاحیت من نیست، تحقیق علمی امیست. امیدوار است مطلب گرفته باشی. و یؤخر و یؤخرکم الی اجل مسمی، تاخیر کنه شما را تا یک مدت. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، شما نیستین مگر بشر مانند ما، تريدون ان تسدونا، اراده میکنین نقد سایکو بشر است، خیر ملک باشه، جن باشه، چی باشه، این خدای وهله، خدای شرماوله، الله وهله، الله شرماوله، الله زده شرمونده، بشر بودن چی مشکل داره؟ تا این روز منتقلین دین چیستن؟ بشرن که به بشر انتقال میدین. اگر این نقد تخصصی می بود، بشریت جرح می بود، الحکم یدور و للعلت وجودن و عدمن.
باز میگن او توریدون انت صدونا ما کان یعبدوا آباؤنا، اراده داریم که ما را بند کنیم از آنچه عبادت میکرد پدران ما. فکر میکنم دین آبایی ما را از بین میبرین، دین آبایی شما اگر به درد میخورد الله و رسول را آن نمیکرد. این خود صحیح نیست. ای باور به می الله بکنین، ما یگان جای دروغ و گناهی کبیره است بدون اختیار میتونیش سری کن میتونیش بدون اختیار میتونیش، هیچ صلاحیت به من نیست. چرا؟ میگه او مردم امی چیزی که از آبایتان ماند امی دین است، امی هر کسی که رد میکرد بفهمین که بیدین است. با والله سم و بطلا از نوار شنیدم امی وضعیت سرم آمده، شما را نمیفهم. بیه عجیب است به خدا. باز مرا به کلام جای دیگه نداری که از خدا مشروع میگه از دیگار را مشروع. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بس از این خاطر خدمت عرض میکنم بسیار سنگین است، به خدا بسیار سنگین است. شما یک کمی سر قضیه بیندیشین. میگه یوری توریدونه انتصدونا، پیغمبر میگه شما اراده دارین خودتان، از الله مسئولیت ندارین، ما را منع کنین. اما کان یعبدو آباؤنا فعتونا بسلطان مبین، ما را دلیل آشکار بیارین. این رقمی نمیشه، ما را دلیل آشکار بیارین از برای الله. به ایمان بگو در جامعه امروزی هست یا نه؟ چی منطقی زیبایی است.